خانم ها آقایان، این شما و این ابو طالب حسینی. سلام. سلام آقا. میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز. حالا الان میگفتم عمو سبزی فروش همه جواب میدادن. ما اگه مطمئن نبودیم که ایزد در بیابانمون میدهد باز، عمرن نیکی نمیکردیم. آدم های خیری هستیم ما، ولی باید بدونیم که دیده میشیم. خود من بارها توی اتوبوس برای پیرمرد بلند شدم نشستم، ولی برای اینکه من برای پیرمرد پاشم، وجود یه ابو طالب، یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه پیرمرد کافی نیست. یه خانومی که قصد ازدواج داشته باشم باید تو اتوبوس باشه. اون موقع بلند میشم، آره پا میشم، جا میدم، پیرمرد دستگیره رو میگیرم. آجا راحتی؟ راحت ها، بگو بهش راحتی. خب بلند میشم ولی باید دیده بشم. یه بار سوار تاکسی بودم، کرایه‌اش 1500 تومان بود. دو تومن بهش دادم، گفت که داداش خورد نداری؟ گفتم خورد نه ولی مرض دارم. خب خورد داشتم بهت میدادم دیگه. گفت جای 500 تومن بگم کار کیه؟ گفتم دیگه همه میدونن دیگه، کار خودشونه. گفتش که بگم این برج واسه پسر کیه؟ گفتم بابا میدونم، من خودم بچه پایینم، 500 ما رو بده بریم. یه 500 تو داشبورد درو گفت بیا گشنه، درو آروم ببندیا. گفتم باش. درو بستم، 500 تومانی رو نگاه کردم، دیدم پاره، پوره، پوره یادگاری، پوره چسب. گفتم ابو طالب وقتشه. وقتشه که نشون بدی دست بگیر داری. وقتشه که نشون بدی سفره داری. وقتشه که فقر مطلق رو ریشه‌کن کنی. وقتشه که نشون بدی مال دنیا پشیزی واسه ارزش نداره. رفتم پای صندوق صدقه، یه معتادم تکیه داده بود به یه سیخ. گفت بنداش. گفتم عجله نکن. این بر اون بر نگاه کردم، یه خانوما اومد رچ پولو انداختم، سبک بال و رها. اومدم برم، معتاده گفت که داداش ندیدا. گفتم بابا دید، فاصله ای نداشتیم که. گفت شرش تو گوشیش بود. گفتم ندید سیخو بده. آقا سیخو از این گرفته میافتاد تو جوب. از تو جوب درش آوردم تکیه دادم به دیوار که خوشه. سیخو کردم توی چیز صندوق صدقات. این میگفت داداش. وایسا. دیدم گفت داداش. گفتم بله. گفت آتیش داری؟ گفتم مگه اژدها؟ بذار کارمو بکنم دیگه. گفت آخه کار تو نیست. گفتم آقا تو بیا. آقا اومد این آدم سیخو در آورد زد سر سیخ. حرفه‌ای بود خدا وکیلی. تا زد گفت گرفت منو در بیار. آقا ما اینا پشت گرفتیم در آوردیم بیرون. گفت 500 تومانی هم بود؟ گفتم آره دیگه، به تو مربوط نیستون. گفت ورشکست نشی بیا. اونو گرفتم دوتا کوچه بالاتر انداختم تو صندوق صدقه. ببین 500 تومن واسه من پولی نیست، ولی اونجا دیده شدم، اینجا دیده نشده بودم. بابای من یه بار جهیزیه یه دختری رو داده، حالا جهیزیه کامل که نه، گوشکو برقیشو بابام داده. آقا هر سری اینا رو میبینه میگه که سلام زندگی خوبه، اگه گوشکو بهتون راضی هستید پدر من. یه گوشکو بعد 5 سال مثلا بچه‌شون 4 سالش شده بود. سلام اگه گوشکو بهتون راضی هستید پدر من. کی بعد 5 سال گوشکو بهش راضی آخه؟ می‌خواست دیده بشه. یه اخلاق دیگه که داریم، خیلی اهل تعارفیم. چرا؟ چون تعارف قشنگ مستقیم چش تو چشیم دیگه، دیده میشیم. مهمون دعوت می‌کنیم، برنج، دهن و خوره، سالاد، نوشابه، ژله، همه چی. بعد طرف انقدر خورده داره میتره که دو تا دکمه رو هم باز کرده، میگیم ببخشید کم و کسری بود. یعنی تشکر کن دیگه بابا، جلو چشم دکمتو باز کردی، تشکر کن، باید دیده بشیم. یه سری با بابام رفته بودیم خونه یکی از فامیلامون، منو 10 سال بود ندیده بود، منو 15 سالگی دیده بود، 25 سالگی هم داشت میدید. گفت که آقازاده چقدر بزرگ شدن. بابام زد تو فاز تعارف، نفرمایید کوچیک شماست، دست بوسن. مثل دستش کجا بوده چی میگی؟ غلام شماست. یعنی بابا که میفته رو دور تعارف، مگه اینکه با تیر بزنیم تو زانو تا بیخیال شه. و یعنی بله میکنه، یعنی انقدر جو گرفته بود اگه یه کیسه زر بهش میدادن منو میفروخ به این خانواده. این فقط هم بابام اینجوری نیست، کلا ما تو محلمون تو شاب دولزیم خیلی تعارف میکنه. من یه سری تو خونه نشسته بودم، همسایه‌مون در زن اومد گفت ابو طالب. گفتم بله. یه پیاله آش داد به ما. آقا ما این آشو خوردیم، اومدم یه پیاله آش. آشو خوردم اومدم پیاله رو ببرم بالا، مادرم گفت کجا؟ گفتم همسایه آش داد ببرم. گفت من یه اون به آبرو زندگی کردم که تو پیاله رو خالی ببری بالا. گفتم چرا؟ چی به آبرو داره؟ گفت بیار اینجا. آقا تو این پیاله
پارچه گذاشت گفت ببر بده همسایه. رفتم مالا در زدم همسایه اومد بیرون گفت ابو طالب. گفتم با من در زده، من باید بهت بگم. پیاله رو بشتم گفت این چیه؟ گفتم یه قواره پیرنی از طرف همسایه پایینی خدمت شما. گفت 5 دقیقه وایس من پیاله رو تحویل بدم. رفت داخل برگشت یه بره بریونی کامل گذاشته بود تو پیاله. یعنی فقط انقدر بره تو انقدر بره، حالا سانس نزدم، انقدر بره تو پیاله جا شده بود. پیاله رو برداشتم بردم پایین، مادرم گفتش که اینو کی داد؟ گفتم همسایه. گفت بابات کجاست؟ گفتم مامان بابا نه. گفتم بابا نه. گفت نه کار دیگه‌اش دارم. گفتم بابا یه لحظه بیا. بابام اومد گفتش که فرشو با ابو طالب لوله کنید، فرش آشپزخونه رو. آقا ما نشستیم فرشو لوله می‌کردیم، همسایه‌مون گفت ابو طالب. گفتم بابا پیاله اینجا اصلا دیالوگ تو نیست. فرشو کار کردیم. گفتم فرشو لوله کردم چیکار کنم؟ گفت بکن تو پیاله. جا نمیشه که. آقا پیاله رو برداشتم گذاشتم تو جیبم. اینم کول کردم رفتم بالا. همسایه‌مون گفت این چیه؟ گفتم اینو مادرم داده برای شما. گفت مگه ما مثلا محتاج فرش شما ایم تو درو هم؟ گفتم بابا پیاله است. آها همین تو پذیرایی پهنش کن. آقا فرشو پهن کردم گفتم برم. گفت یه 10 دقیقه وایسا کار دارم. آقا ما 10 دقیقه وایسادیم خبری نشد. یه رو وایسادیم خبری نشد. برگشتم پایین بعد نیم ساعت گفت که ابو طالب. گفتم بله. گفت یه لحظه بیا بالا. رفتم بالا گفت داداش سر یخچالو بگی ببریم پایین. گفتم قضیه پیاله است. گفت نه سورپرایز، درو باز کن. در یخچالو باز کردم دیدم همون پیاله رو گذاشته توی یخ. آقا یخچالو کول کردم اومدم پایین. مادرم گفت که اینو کی داد؟ گفتم همسایه. گفت بابات کجاست؟ گفتم بابا رو می‌خوای بدی بره ها؟ گفت نه بگو بیاد کارش دارم. بابامو صدا کردم اومد. گفتم که اینجوریه. مادرم گفت که اینو یخچالو دادن آبرومون داره میره. ما آبرومون مثل اینکه به این پیاله وابستگی داشت. بعد بابام گفت که ابو طالب. گفتم بابا من به شما عادت کردم، من اصلا جا نمیشم تو پیاله. گفت نه خودت فعلا نه، برو سند خونه رو بردار بیا. آقا رفتیم سند خونه رو برداشتیم آوردیم. گفتم همون منگوله داره. گفت همون منگوله داره. سند رو آوردم زنگ زد، دو تا خاور اومدن، کل اسباب اساسیه رو ریخت توی خاور، رفت نشست کف زمین، سند رو گذاشت، پیاله رو برعکس گذاشت روش، گفت خونه رو خالی کنید واسه همسایه. ما الان توی پارک تو چادر داریم زندگی میکنیم ولی راضییم. چرا؟ چون دیده شدیم. شما الان برو شاه عبدالعظیم بگو آقا حسینی میگن همون که سر تعارف خونه رو داد رفت، و ما الان راضییم از زندگیمون چون دیده شدیم. ابو طالب از یه پیاله است. احساست رو برامون بیان کن. کلیشه ای ترین جمله ابو طالب. خیلی خوب بود. اجزای اول بود یه مقدار استرس، ولی خب خداشو اینقدر انرژی گرفتیم از جمعیت که راحت بودیم. راحت بودم. آره خداشو. خب بریم و نظر مربی ها رو بپرسیم. اشکان خیلی خوب، روند اوجگیری شوخیت بسیار خوب طراحی شده بود، خیلی هم خوب اجرا شد. منتظر ادامه اتفاقاتی هستیم که برد میفته. آقای آیش، منم واقعا از لحظه اول با ابو طالب بودم تا لحظه آخر، یعنی به من فرصت نداد قضاوتش بکنم در حین کار. این خیلی خوبه، یعنی که منو دل منو با خودش همراه کرد و تا آخر کار برد. واقعا به تبریک میگم و بعدم خیلی خوبه اگر این موضوعهای اجتماعی که رفتارهای اجتماعی ماست که هم جنبه‌های مثبت داره و هم جنبه‌های منفی، باهاش و بهش بخندیم و در واقع یه نوع خودشناسیه. یعنی شما در واقع دارید به ما کمک میکنید که ما خودمون رو بشناسیم، منتها با یک لبخند بر لبمون. ممنون از شما. آقای جوان، خواهش میکنم. من تبریک میگم به خانم بهرام، بسیار اجرای تمیز، به خود ابو طالب، هم متن اندازه و شسته رفته و هدفگیری خوب و خوش ریتم، شوخی های پروپیمون جذاب، کدگذاری هایی که هی ازش استفاده میشد و خیلی هم اجرای خوشمزه مال خودش هم بود. دمتون گرم، ماشاءالله.
خانم مربی. خواهش میکنم. نه ماشاءالله به خودش واقعا، به خاطر اینکه قطعا من اگه جای ابوطالب بودم خیلی، یعنی ببین همین الانم هم میگم یه ذره دهنم خوش شد، خیلی مسلط، خیلی خوش انرژی و همه چیزایی که تو این مدت راجع بهش با هم حرف زده بودیم همش رعایت شد. کاملا موفق شدم میخندیدم که گریه نکنم، اینو به زور ماهی چهار رو نگه داشته. نه کاملا راضی بودم ازش و کامنت مثبت میدم، امیدوارم باشی و حسابی ما رو بیشتر از این بخندونی. بله.